السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما میخواستم بعد از تقریبا دو ماه میشه که ما و تیم کاریم در وزارت موضوعات رهبری میکنیم، یک اپدیت برتان بدم که در کجا هستیم، چی کارا را کردیم، چی کارا در پلان است که شما مطلع باشین و از طریق شما شهروندان ما. چند موضوع را میخواستم صحبت کنم. موضوعات چی تغییرات در ساختار آوردیم، چی تغییرات در افراد و پرسنل و همچنان پلان ها چی است. از مهمترین موضوع شروع میکنم. مهمترین موضوع بعد از تصویب بودجه موضوع عواید ملی است. عواید ملی ما هدف تقریبا دشوارتر از امسال 216.5 میلیارد افغانی که بی سابقه بوده. سال گذشت با مقایسه اگر ببینید، چرا سال مشکلات اقتصادی کرونا داشت و 174 میلیارد جمع آوری کردیم، یعنی از او کده یک ازدیاد قابل ملاحظه داشته. ویز هدف تارگت به دست آوردن تارگت عوایده طبعا ضرورت به بازنگری جدی بر بعض موضوعات داخل وزارت داشته. از همش که مهمتر جایی که زیادتر پتانسیل داره موضوع گمرکات است. در گمرکات کوشش کردیم که ساختار بازنگری کنیم، تسهیلات با وجود بیاریم و همچنان در جایی که ضرورت باشه ازدیاد پرسنل که ما هر کدامش کم به تفصیل میگم. ساختار گمرکات یک ریاست عمومی بوده که دو سه چهار ریاست قبلا تحت از او بوده. مشکلات عمده گمرکات ما موضوع تعرفه و قیمت گذاری است، چیزهای تکنیکی که تعرفه چند فیصد اگر بوتلاو وارد میشه چند فیصد تعرفه داره و قیمت از چقدر است. اگر اینا واضح نباشد تمام مشکلات و فساد از اونجا هم آغاز میشه. کوشش کردیم که اینا را به سطح استاندارد و علمی ببینیم. اگر تعرفه را میخوایم تحلیل کنیم، اگر میخوایم قیمت گذاری واقع بینانه باشه، ضرورت به این داره که بر عرصه ها زیادتر تقویه شود و اینا ارتقا کردن به سطح ریاست. همطور سیستم های گمرکات، سیستم از کدا با سطح ریاست را ارتقا دادیم که وقت یا مدیریت بودن یا آمریت. و موضوع مهم دیگهش تشکیل و ساختار که تغییر آوردیم دیش موضوع تنفیز است، یعنی امو شاخه گمرکات که تخلفات جلوگیری میکنه. دهی تغییرات که آوردیم زیادتر مراقبت سیار و تنفیز که باز یک محموله مرخص میشه از گمرک، اونا را میبینن که آیا سعید محصولی شده و یا خیر. مشکل که در ساختار در گذشته در وجود داشته، مثلا مدیر مراقبت سیار در یک گمرک ولایتی راپورده به رئیس گمرک بود، کسی که بر رئیس خود بر راپورده باشه از کار از اون نظارت نمیتونه. اینا را کل شهر در ساختار نو راپوردهی از یا با مرکز است. و همچنان موضوع ای که جلوگیری از تضاد منافع شوه، تنفیز و طور عموم ریاست عمومیش و بعد از این به مقام وزارت به شخص وزیر راپورده می باشه. کوشش کردیم موضوع استخبارات و تنفیذ زیرا قوی تر بسازیم. در این وقت سفرهایی که به تورخم داشتم، به قندهار دوبار، به سپین بولدک و همچنان میدان هوایی قندهار و گمرک قندهار، حیرتان، مزار شریف، انشاءالله در دو سه روز آینده خوست و همتر تمام ولایت دیگره که پلان داریم، کوشش کردیم ببینیم که واقعا گمرکات ما به کدام وضعیت هستن. متاسفانه زیادتر وضعیت گمرکات خوب نیست از لحاظ تاسیسات. تورخم هم برتان مثال بدم، جایی که در 20 سال گذشته اگر ببینیم میلیاردها دلار تجارت صورت گرفته، مگر
امکانات زیربنایی ما بسیار کم بوده. جای مناسب به پارکینگ گمرک نداره، سرک طولش کم است و این تنها برای معمولانه بلکه برای مسافرین و کسایی که برای تداوی میرن برای پاکستان از اینجا عبور میکنن بسیار مشکلات جدی داشته. با همکاری شرکت انکشاف ملی که از اونا هم تشکر میکنم کار ای که پل دوم جور شوه، پل زیادتر کلان شوه، سرکا وسط پیدا کنه، پارکینگ گمرک وسیع تر شوه، کارش آغاز شده. یه حد اقل عبور و مرور ترک ها و ترانزیت تقریبا دو چند حد اقل می سازه و از او اضافه تر هم که اینا مشکلات ساختاری بوده که ما مثال تورخم برتان دادم که در کوتاه مدت میتونن عواید اضافه بسازن، سهولت بر تجار ایجاد شوه. در این وقت موضوعات تطبیق ترازوهای دیجیتالی و اسکنرها بوده در تدارکات کمیسیون تدارکات ملی گذشته موضوع اسکنرها را بردم و موافقه صورت گرفت. انشاءالله در تا به 18 ماه آینده چاره ای کمپانی ها وقتی که قرارداد صورت میگیره بازو ماشین ها را میسازن دیگه تا 18 ماه آینده انشاءالله تمام از این میرسه تا بتانه معموله ها را بدون از این که اموال تا بالا زیادتر شود معلوم شود در داخل هر معموله چی هست. ترازوها تطبیق شده بود، در بعض جایا درست تطبیق نشده بود، بعض جایا واقعا همکارای ما مشکل پیدا میکردن که تطبیق نشه. چرا که اگر یک سیستم ترازوی باشه که دیجیتالی موتر میگذره سر از او اوتومات وزنش میگیره و در سیستم میرسونه بدون از اینکه یک کس اختیار داشته باشه که فرض میکنیم 60 تن 30 تن بسازه، طبعا مقاومت که اگر موضوع فساد باشه مقاومت وجود داشته می باشه. اینا رو کوشش کردیم موضوعات شه حل کنیم. در حیرتان به دعوت تجار رفتم، خودم ترازو رو دیدم، ترازو هیچ مشکل نداشت، 10-15 معموله گذشت. مشکلات از او هم مشکلات ای بوده که نمیخواستن تطبیق درست شوه. فکر میکنم ترازوها و اسکنرها و بعد از این کامراهای که در هر جای گمرک میباشه این زیادتر مشکلات نظارت حتی از مرکز بهتر ساخته میتونه. نظر به این مشکلات ویر خبر داشته باشین، هر اداره، هر شعبه و هر دیپارتمنت بالخصوص در وزارت مالیه یک استراتژی 5 ساله و 6 ساله دارن. متاسفانه مشکل استراتژی ها ایست که اینا را خارجی ها جور کردن، بعضش پیش ماست، بعضش پس در کمپیوتر های از اینا خارج رفته و قابل تطبیق نبوده. کار ضربتی که ما و تیمم کردیم یک استراتژی کوتاه مدت برای امسال که چی کارا شود، 15 پوینت مختلف است که نظر به او میتونن مشکلات جدی را حل کنیم. اینا را بحث کردیم، رهبری حکومت پشتیبانی کردن از او و در حال تطبیق است. تمام اهداف از این جمع‌آوری عواید بیشتر، شفافتر و در این وقت سهولت های زیادتر برای تجار فراهم ساختن از او. کار تاسیسات تجهیزات گمرکات گفتم کارش آغاز کردیم، کار زیادتر کار داره، بعضش سرمایه زیادتر کار داره که در مثلا پارکینگ ها جور شوه و به ده ها میلیون دلار میشه، مگر کارش آغاز کردیم زیادتر شد، بالخصوص اسلام قلعه قندهار را فرزن دیروز پریروز که آمدیم از اونجا روی پارکینگ های از اینا و ای انشالله دونرا هم در این کمک میکنن. بحث هایی که با بانک جهانی داشتیم اونا هم میخواین در این جا سرمایه گذاری کافی داشته باشن و همچنان در تورخم بانک انکشاف آسیایی.
سفرهای ولایتی ما که موین صاحبای دیگر که در گمرکات دخیل نیستن مذاق هم میکنن میگن خودت دی روزا صرف وزیر گمرکات چیدی و ای عمدن بوده چرا که اگر عواید جمع‌آوری نتانیم تعهد ما به مورد خودکفایی به او رسیدن فکر کنم مشکل تر است زیادتری که با سفیر صاحبات مجلس داشته باشیم سر موضوعات که زیادتر مربوط به انکشاف و توسعه و اینا نباشه ترجیح میتونم به ولایت بریم موضوعات ببینیم چیزی که مشاهده کردیم موضوعی که شنیدن کی بود مانند دیدن خودم که میرم میبینم موضوعات درک میکنم با همکارای میبینم با تجار میبینم با مقامای ولایتی میبینم موضوعات اونجا بهتر آدم درک میکنه و نظر به او تصامیم هم گرفتنش آسان‌تر است دیگه انشالله ادامه خواهد داشت در روزهای آینده هم موضوع عواید گمرکات یک کم وقت گیر است تا پس اضافه شود چرا تا که یک معموله در فرض میکنیم در ژاپن یا در دبی در جای بار میشه و اینجا میه و قوانین نو را که ما جور کردیم و نورما را تطبیق کنیم وقت گیر است مگر با بسیار جدیت به پیش برده میشه موضوع دوم موضوع بهبود مدیریت امور مالی است که موین صاحب زادران رهبری میکنن قسمی که در پرس کانفرانس گذشته هم براتون فکر میکنم گفتم موضوع بودجه سازی باید پروسیش یک بازنگری شود فعلا مشکل بودجه سازی ما این است که بودجه را میسازیم با ادارات استماعی صورت میگیره با کابینه بردن میشد کابینه که تصویب کرد بعد از او اولی بار پارلمان را میبینن و اگر اونا نظریات داشته باشن مجبورن او را باید رد کنن تا او نظریات مد نظر گرفته شده او را بهتر بسازیم کوشش کردیم که اینمی پروسه را طور بسازیم که در وقتی که اولویت ها بحث میشه در وقتی که امکانات مالی را بحث میکنیم که خب بر سال آینده چقدر پول نو داریم در اونجا هم پارلمان دخیل باشن چرا امکانات ما را درک کنن محدودیت ها را درک کنن و اولویت های دولت درک کرده فکر میکنیم زیادتر مشکلات هم میتونیم او رقم حل کنیم دیگه انشالله بودجه سال آینده که پروسه ترتیب از او از این حالا شروع شده پروسه خود بود که این موضوعات مد نظر میگیره پروسه که جامعه تر باشه و تقابل نه بلکه تفاهم به ایجاد بره دیگه انشالله زیادتر موضوعات ریفورمی در بودجه هم مد نظر گرفته شده موضوعات تعهدات جنیوا و تعقیب از او یک موضوع بسیار مهم است چرا که شما میدانین اگرچه کمک های بالغ بر 13 میلیارد بر 4 سال آینده تعهد شده از طرف دونران مگر سیستم نظارتی از این از 4 سال به 1 سال کوتاه‌تر شده این یک تهدید برای بقای کمک ها است مگر این وقت یک فرصت است فرصت که ما با جدیت کارا را پیش ببریم از سالهای گذشته چیزی را که ما تیم ما آموختیم ایست که وزارت مالیه در کارهای تخنیکی بهترین نهاد است که اونا را پیش ببرند دهی که برنامه سازی شود با ادارات در موضوعات صحبت شود با جامعه جهانی کمک ها میکنن در او موضوعات هماهنگی را ما رهبری کنیم مگر بعض موضوعات ما در گذشته هم کم مشکل داشتیم مثلا هماهنگی داخل حکومت و با وزارت های دیگه فرمول را که سال ما پیشنهاد کردیم و اداره امور هم دهی با ما هم کار بودن که از اونا تشکری میکنه این بوده که کارهای تخنیکی را وزارت مالیه پیش میبرن هماهنگی تعهدات به سطح کابینه اداره امور اونا موضوعات تعقیب میکنن
موضوعاتی که باز چی با دونرا صحبت شوه یا او مشترک و یا تکنیکی هایش وزارت مالیه پیش میبره، برنامه سازی ها را هم با ادارات وزارت مالیه پیش میبرن. وزارت مالیه چون موضوعات اقتصادی را هم پیش میبرن، زیادتر کمیسیون های دو جانبه را هم رهبری میکردن با امسای مختلف. این تقریبا زیادتر از این در دو سه سال گذشته متاسفانه نظر به مشکلات مختلف فلج بوده. بحثا را با عربستان، با ترکمنستان، با ایران و حتی پاکستان هم در این موضوعات صحبت کردیم. ایران خواهان هرچی عاجلتر برگزاری از این بوده. باز ما بعض موضوعات را که از طرف ما اولویت داشت با اونا صحبت کردیم، اونا وقت خواستن که تا چند روز اونا هم آمادگی خدا بگیرن. موضوعات جذب کمک ها، یک برنامه تشویقی بانک جانی را که موین صاحب رهبری میکنن، 300 میلیون دلار برای امسال مد نظر گرفته شده بود. نظر به ای که ما خواهش کردیم و او از طرف جامعه جهانی و بانک جهانی که مدیریت ارزی را پیش میبره، با 400 میلیون ازدیاد شد و ریفارمای مختلف در این مورد مد نظر گرفته شد. دیگه موضوع واکسین یک موضوع مهم است که مهم رهبری میکردن. 113 میلیون به شمول بانک جهانی و 50 میلیون از بانک انکشاف آسیایی برای واکسین 20% نفوس افغانستان، اینا نهایی شده. 60% نفوس افغانستان که انشالله تطبیق از این هم شروع میشه، یکی از دستاوردهای مهم ما بوده. دیگر در مورد که شما حتما میخواستین بفهمین موضوع معاشات چطور میشه و NTA و اینا، سه موضوع را ما پیش میبریم. یکی موضوعی که معاشات معلمین و تشکر و مامورین ملکی پایین رتبه که از بست 8 الا بست 4، به شمول بست 4 معاشات از اینا ازدیاد میافه. این چیز را که به پارلمان تعهد کرده بودیم، به مردم تعهد کرده بودیم، اینا از ماه عمل سال جاری اجرا میشه، ولی پرداختش چرا طی مراحل قانونی داره و بعض اسنادا باید تعدیل شوه، از وسط سال اجرا میشه، یعنی پرداخت میشه. برای 9 ماه امسال معاشات بست 8 تا 4 به شمول 4 به هر ماه 2000 افغانی در این ازدیاد میایه. در این وقت وزارت مالیه و همکاری کمیسیون اصلاحات اداری تمام معاشات و کمیت و کیفیت NTA را، کسایی که مشاورین داخلی هستند، با ادارات مختلف او را بررسی میکنیم. چیزی که کم فکر میکنم ابهام به وجود آورده بودی که NTA تا آخر حمل است، بعد از او ختم میشه، این فکر میکنم درست موضوع شریک نشده بود. موضوع از اینجا است که باید NTA منطقی تر استفاده شود. NTA خودش به ذات خود یکی از دستاوردهای بسیار خوب دولت در چند سال قبل بود. معاشاتی که پراگنده و اینا بودن، اونا را در یک چوکات آورده یک سطح تعیین شده بود. لایحه داره NTA که نظر به کدام شرایط باید معاشات پرداخت شود. مگر متاسفانه به مرور زمان از این در بعض جای ها سوء استفاده صورت گرفته بود، بعض جای دیگه هنوز هم کارهای بسیار کلیدی را مشاورین پیش میبرن. هدف از این است که NTA را کلش به سطح حکومت بررسی شوه، تعدادش، کیفیتش، کمیتش با پیشنهادات با هر اداره میبینیم. در چند روز آینده انشالله امی بررسی های ما ختم میشه، بر رهبری دولت تا پیش از آخر حمل ای گزارش ارائه میشه. در این تعداد طبعا کم میشه، مگر جایی که باید حفظ شوه
اونا ادامه پیدا میکنند بعد از حمل هم و و و و و تا آخر حمل کسایی که طبعا ضرورت نباشه باز اونا قراردادشان فسخ میشه زیادتر از اینا جایی که ضرورت هست تا آخر سال پیش برده میشه و پلان جور میشه که آهسته آهسته چطور اینا در تشکیل جذب شوند مگر جذب کردن تمام کسایی که انتیز در تشکیل صورت نباید بگیره دلایلش ایست که هر کار ضرور نیست که کارمند رسمی دولت پیش ببره بعض جایا کارهای می باشه فرزن یک راپوره که کوتاه مدت می باشه برزو می خواهید کسی را استخدام کنین او را که جور کرد خلاص شد پس او استخدام از او ضرور نیست که تداوم پیدا کنه و اگر روتر باشه تمام انتیه اگر جذب شد به دولتی در دراز مدت بسیار قیمت گزاف خواد داشت تا 65 سال باید کار کنن باز بعد از او تقاعد بگیرن اینی رو ما می خواهیم که بفهمیم که در هر نظام در هر دولت در هر نهاد ضرورت به کسای قراردادی هایی است که کوتاه مدت باشن و انتیه را باید به مو سطح دیده باشه مگر در این وقتی قابل قبول نیست که در اداره 16 سال یک کس انتیه باشه 16 سال اگر بود طبعا یک وظیفه است که باید در تشکیل از وزارت اضافه شود در این وقت موضوع امتیازات است که تقریبا 51 رقم امتیاز مختلف بر مامورین علاوه بر معاش داده می شد ایره هم در بحث‌های نهایی از این هستیم یک راپور داریم تا اینا را منسجم‌تر بسازیم منطقی‌تر بسازیم و این موضوعات را حل کنیم پلان‌های آینده تطبیق طبعا تطبیق ریفورم‌های جدی در عواید گمرکات است همین رقمی که برای گمرکات یک پلان وطنی 15 پوینت ها داریم برای عواید هم کار میکنن هم کارهاییم که چطور میتونیم عواید سطحش بهتر بسازیم و اید انشالله در روزهای آینده نهایی ساختیم با شما شریک میسازیم سفرهای ولایتی انشالله جریان خواهد داشت فعلا تمرکز زیادتر بالای گمرکات است مگر کوشش میکنیم با بالای موضوعات مدیریت و بهتر مصارف هم کار کنیم چطور میتونیم اگر محدوده مالی میگیم یا چقدر پول میتونیم بر سال آینده بر اولویت ها مد نظر بگیریم این دو بود داره یکی عواید بلند بردن یکی مصارف منطقی تر ساختن در جایی که اگر ضرورت نباشه از اونجا کاستن جای دیگر اضافه کردن اینی را موضوعات بود عمده که ما میخواستم با شما بحث کنم تشکر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما فکر میکنم که در قسمت مالی و بودجه به اندازه کافی معلومات ارائه شد فقط در قسمت مصرف که تبع حال بازی که بودجه منظور شد مصرف مجموع بودجه ما تا فعلا 12% هست که 56.8 میلیارد افغانی را ما مصرف کردیم از این جمله 17% بودجه عادی ما مصرف شده و 3% بودجه انکشافی ما مصرف شده فعلا مجالس ما به بانک جهانی به بانک انکشاف آسیایی روی پروژه های غیر اختیاری و اختیاری جریان دارند ترسو چه مونگ وکوالی شد دی پروژه هغا حرکت چینی آیا دوی پا درست سمت روان دی یا پا وقت و زمان سر تطبیقی گی یا نتطبیقی گی دی تا دی آرواند وزارتو سر یو ارجابی مشروع کردی دا لکه سنگا چه دی بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی سرم دا ارجابی شروع کردی دا دی اختیاری پروژو ارجابی هم مونگ پر اطلون کی میاشت که شروع کرو برسیر پرده نور و اصلاحات و نایلاوه چه وزیر صاحب ورطا اشاره وکړه دی خزینه تقاعد په بخش کې متقاعدین و حقوق چه تیر کال مونگ په وقت و زمان دی ټولو ثبت شو متقاعدین و حقوق اجرا شول او اوس هم پرون زمونږ لخوا جدول یا تقسیم اوقات دی کال لپاره چه کوم وخت کې به کوم متقاعدین ته پرداختونه کیږي
نشر شوی دی البته زمونږ پرداختونه د حمل د میاشت نه شروع شوی دی او بیا هم موږ متحد یو چې تر دې سره چې موږ خدماتو کچه بلوړو متقاعدینو لپاره د دوی حقوق او امتیازات به پر وخت او زمان باندې هم وزارت مالیه مکلف دی او متحد دی چې تر اخر د کال پورې اجرا کړي. ډیره مننه. سلام بر همه. جزئیات بیشتر جناب ولی صاحب ارائه کردن. من مختصرا وضعیت اواید که تا تاریخ 11 حمل است خدمت شما مختصرا عرض می کنم. هدف تا 11 حمل یعنی دیروز 53.5 میلیارد بوده که ما تانستیم 42 میلیارد جمع‌آوری کنیم که متاسفانه ما 21% عقب هستیم، یک کسر در اواید داریم و پلان که به اواید و گمرکات ترتیب شده جداگانه به ریاست عمومی گمرکات و ریاست عمومی اواید پلان ضربتی انشاءالله چند پلان های کوتاه مدتی است که ما بتانیم که می کسر 22% که هستید انشاءالله زود ریکاور بکنیم و در مورد کنترل بیشتر و نظارت بیشتر پلانی است که یک شماره هاتلاین ایجاد شود تا بتانیم ما از مشکلات تجار و مشکلاتی که ما تمام بنادر و گمرکات داریم وقتاً فوقتاً جناب وزیر صاحب در جریان باشه و ما جریان باشیم که عملاً اقدام نماییم. تشکر. آخر روز آنچه که مهم است نتایج کار است و رشد اقتصادی و اشتغال زایی و محو فقر است. سیاست اقتصادی ما استقامت اصلی و معینیت پالیسی وزارت مالیه تحت سرپرستی و رهبری وزیر صاحب مالیه به شدت روی تحقق اهداف اقتصادی کشور مندرج سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و همچنان مدیریت سالم و اعاده اعتماد کشورهای تمویل کننده با در نظر داشت از اینکه عواید ملی ما در عین زمان که ریفورم و اصلاحات به شدت و استقامت ادامه داره تکافو نمی کنه روابط ما با تمویل کنندگان یک مقدار صدمه دیده بود. رهبری جدید وزارت مالیه در قسمت احیای دوباره روابط با تمویل کنندگان بین المللی ادارات عمده مثل بانک جهانی USAID و سایر نهادهای تمویل کننده و همکار در پروسه سال در پروسه انکشاف افغانستان تجدید یافته و در استقامت کوشش ما با این است که گفتمان ما با تمویل کننده ها در حالی که تعهدات بین المللی در کنفرانس ژنو تطبیق میشه به سطح کابینه افغانستان تطبیق میشه گفتمان ما با تمویل کننده ها تمویل کنندگان از یک گفتمان سیاسی به یک گفتمان تکنیکی و اقتصادی مبدل شود و در این استقامت وزارت مالیه موضوعات عمده اقتصادی کشور برنامه های دارای اولویت برنامه هایی که سرمایه گذاری آمره تشویق میکنه و جذب کمک ها داخل بودجه افغانستان و سمت سو دادن او کمک هایی که خارج از بودجه هستند به اولویت های اقتصادی افغانستان در این قسمت برنامه و پروژه وجود داره با دونرها و همکارای بین المللی تفاهم صورت گرفته و انشاءالله امسال شاهد رشد مثبت اقتصادی خواهد بودیم. تشکر.